بینندگان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم و توجهتون رو جلب میکنم به گفتاری که میپردازه به نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در فعالیت هایی که منجر به براندازی دیکتاتوری ها میشه. همونطور که میدونید در شمال آفریقا و خاورمیانه استفاده خیلی خوبی تا به حال انجام شده از این ابزارها برای زیر سوال بردن نظم دیکتاتوری که در بسیاری از کشورها به نظر می رسید یک نظم شکست ناپذیر هستش. به طور مثال در تونس یک دولت پلیسی فضای ارعاب و وحشت رو ایجاد کرده بود، یا در مصر مخالفان رو تارمار می کردن و همین ترتیب در لیبی. امروز می بینیم که حتی در یک کشور بسته مثل سوریه هم قیام داره انجام میشه و دیکتاتوری ها یکی بعد از دیگری راهی زوالدان تاریخ هستند. استفاده از تکنولوژی جدید برای کار مبارزاتی دارای ویژگی هایی هستش که بد نیست اونها رو مد نظر قرار بدیم، به خصوص اینکه اینها اخیراً در یک سمیناری که در آمریکا و در دانشگاه آریزونا برگزار شده تحت عنوان انقلاب در 140 کاراکتر یا کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بنابراین ما میتونیم از این داده ها استفاده بکنیم و اونها رو به نوعی برای کاربردهاش رو برای ایران مورد نظر قرار بدیم. چند ویژگی ذکر شده، اما قبل از اون این رو بگم که دو گروه کلن دیده شده. یک گروه که خیلی به صورت ایدئال به این تکنولوژی نگاه میکنن و فکر میکنن که با گسترش فناوری مدرن مثل اینترنت، شبکه های اجتماعی و غیره خود به خود هیچ دیکتاتوری نمیتونه پا بر جا بمونه و سقوط میکنه. بنابراین خیلی ایدئالیستی با موضوع برخورد میکنن و معتقدن که همینقدر که در یک کشوری زیرساختهای لازم برای گسترش این شبکه های ارتباطی به وجود بیاد، عملا دیکتاتوری ها کارشون تموم شده هستش. خب این نگاه خوشبینانه ای هست که در خودش برخی از رگه های واقعیت رو داره، اما بیش از حد تابلو رو روشن میبینه. گروه دوم اما در مقابل اینها یه سری آدم های واقع گراتر هستن که معتقدن خوب و بد داره این مسائل و میبایستی اون رو از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد که کجاهاش میتونه به نفع مردم در براندازی دیکتاتور به کار بیاد و کجاها این وسایل میتونه ابزاری باشه در خدمت تحکیم دیکتاتوری ها. اجازه بدید چند تا از ویژگی ها رو که به عنوان نتیجه گیری این کنفرانس منتشر شده خدمتون بگم. اولیش این استش که خود تکنولوژی به خودی خود نمیتونه تضمین کننده این باشه که در یک کشوری انقلاب بشه. به طور مثال عربستان سعودی کشوری است که میزان گسترش اینترنت در اون قابل توجهه به نسبت کشور مصر، به نسبت تونس، اما میبینیم که انقلابی در اون رخ نمیده. علتش این استش که این دولت پول داره و با پول خودش مشکلات رو حل و فصل میکنه تا حدی و مردم بنابراین نارضایتی خودشون رو به تأخیر میندازن چون موفق میشن باجهایی رو از حاکمیت به عنوان پول نقد و پاداش و اینها دریافت بکنن و لذا انگیزه چندانی برای انقلاب ندارن. پس میبینیم که اگر در جایی در کشوری انگیزه های اجتماعی اقتصادی ضعیف باشه، نه اینکه وجود نداشته باشه ولی ضعیف باشه، نمیتونه به صرف گسترش تکنولوژی بیاد و دست به یک حرکت انقلابی بزنه. به طور مثال از اون طرف هم نباید فکر بکنیم که اگر فقط شرایط مساعد باشه، شرایط اقتصادی اجتماعی در اون کشور ممکن انقلاب بشه، چون به همون نسبت که مردم فقیر هستن نمیتونن دسترسی داشته باشن به اصطلاح اینترنت و وسایلی از این دست و لذا بحث این مطرح میشه که در یک کشور میبایستی یک مجموعه از هر دو باشه و در واقع نیروهای انقلابی میبایستی استفاده درست رو از بستر اجتماعی مناسب برای حرکت و ابزارهای ارتباطاتی که برای این کار داره در جامعه جا میفته و شکل میگیره، این ترکیب مناسب رو باید پیدا بکنن نیروهای کنشگر و با استفاده از اون
حرکت خودشون پیش ببرن. بنابراین برخورد مکانیکی نباید کرد با گسترش یا عدم گسترش اینترنت. چنانچه عرض کردم در تونس به نسبت عربستان سعودی خیلی کمتر اینترنت گسترش پیدا کرده بود، ولی شاهد یک جنبش اعتراضی قابل توجه بود. نکته دومی که عنوان میکنن این استش که رسانه معمولا در خودش محتواهای مختلفی رو داره، پیامهای گوناگونی رو داره. بنابراین اینطور تصور نکنیم که صرفا و صرفا روی اینترنت میبایستی دنبال محتوای سیاسی بگردیم تا بتونیم اونجا کار مشخص سیاسی بکنیم برای براندازی یک رژیمی. مثال هایی در همین به اصطلاح کنفرانس داده شده مبنی بر اینکه کسانی که مثلا وبلاگ های خیلی موفقی داشتن در انقلاب مصر، اول یه وبلاگ درست کرده بودن برای آموزش و تمرین زبان انگلیسی، بعد با دیگران آشنا میشن و به این ترتیب میان تو خط حقوق بشر، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تبدیل میشن به کنشگران سیاسی. معنای این استش که هموطنان ایرانی که روی اینترنت هستن باید دقت بکنن که خودشون رو محدود نکنن به یه سری از وبسایت ها، به یه سری از شبکه ها یا صفحه های به خصوص یا دوستان به خصوص روی فیسبوک به طور مثال که پیام سیاسی تولید میکنن. اگر ما فقط و فقط دنبال کیسا یا موردهای سیاسی بگردیم، تبدیل میشیم به یه جمع خیلی محدودی که روی اینترنت هستیم، با هم هم ارتباط داریم، برای همدیگه پیام‌های سیاسی رد و بدل میکنیم، اما این پیام گسترش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما نرفتیم سر بزنیم به اون جاهایی که جمعیت انبوهی وجود داره اما در این حال خبر خاصی از لحاظ سیاسی نیستش. ولذا کنشگران سیاسی روی اینترنت، کنشگران اجتماعی، کسایی که میخوان تغییر در جامعه ایران به وجود بیارن، باید حواسشون باشه که چند تا وبسایت رو مثلا یا چند صفحه فیسبوک رو بهش محدود نشن، برن به همه جا سر بزنن، به صفحاتی که میپردازه به مسائل ورزشی، به مسائل هنری، به موسیقی، به موضوعاتی مثل کار، شغلیابی و غیره، و سعی بکنن که اونجا فضاهایی رو به وجود بیارن و ارتباطهایی رو به وجود بیارن که بتونن بهره برداری بکنن برای ایجاد انگیزه در جهت به وجود آوردن یک فکر مشترک، یک احساس مشترک، یک روح مشترک که بعد بتونه عمل بکنه در صحنه واقعی. بنابراین از فرصت‌های مختلف باید استفاده کرد و رفت روی شبکه‌های اجتماعی مختلفی مثل کلوب، به طور مثال این club.com که ایرانی‌ها خیلی عضوش هستن، اغلب به مسائل خیلی ساده، فیلم سینمایی، نمیدونم برنامه 90 ورزش، مود، از اینجور چیزا هستش. ولی اینها فضاهایی که درش چند صد هزار جوان مستعد و کم یا بیش ناراضی از شرایط اونجا سرشون گرمه، اونا هیچ وقت نمیان به سراغ سایت های سیاسی به خاطر اینکه یا میترسن یا فیلتره یا مشکل دارن یا اینکه نمیشناسن. اما من و شمایی که کارمون کار فعالیت سیاسی اجتماعی هستش، باید بریم سراغ اونها و در شبکه های اجتماعی اونها در واقع حضور داشته باشیم برای آگاهی رسانی و استفاده از فرصت های مختلف. نکته سومی که در این سمینار آشکار شد، در هم بافتگی اجتماعاتی هستش که روی فضای اینترنتی و فضای واقعی برگزار میشه. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که شما قدرت خودتون رو در خیابان نبینید، نمیدونید که این صفحه فیسبوکی که درست کردید و مثلا 20,000 نفر هم اومدن لایک زدن یا 50,000 نفر بهش پیوستن، این قدرت واقعیش چقدر هستش. چون فراموش نکنیم ما نباید اینترنت رو به عنوان مبارزه در نظر بگیریم. اینترنت ابزار مبارزه است. مبارزه واقعی در خیابانه. مبارزه واقعی در صحنه هستش. ما از اینترنت و غیر ازالک باید استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم جمعیت رو به صورت هدفمند و سازمان یافته بیاریم تو خیابون. و اونجاست که تعیین تکلیف میشه کردش با دیکتاتوری و پایین کشیدش. در غیر این صورت مبارزه تقریبا میشه گفت تبدیل میشه به یک بازی مجازی، مثل این بازی های اینترنتی و کامپیوتری که یه دی سرشون بهش گرمه، یه همچه حالتی پیدا میکنه. یعنی این مطلب میزنه، اون کامنت میزنه، اون نظر میده، اون تفسیر میده، این لایک میزنه، همینجوری سر خودشونو گرم میکنن. اما در خیابان این پاسدارا هستن که همچنان جوانها رو میگیرن،
دستگیر میکنن، تو سر مردم میزنن، میکشن، ثروت ها رو غارت میکنن و غیره. پس دقت داشته باشیم مرزی که بایستی کنشگران ازش عبور بکنن و به اصطلاح مبارزه رو مادیت ببخشن، بلند شدن از پشت کامپیوتر در یک زمان مشخص و رفتن به خیابان هستش. و این اگر انجام نشه، 50 سالم که من و شما پشت اینترنت نشسته باشیم واسه هم دیگه نمیدونم توی بالاترین و دنباله و آزادگان و غیر و زالک لینک بزنیم و لایک بزنیم و امتیاز بگیریم و اینا، هیچ تغییری به وجود نمیاد. یه مقداری کار آگاه سازی و روشنگری کردیم در بهترین حالتش، اما اونجایی من و شما متوجه قدرت واقعی میشیم که کامپیوتر رو ترک بکنیم، بعد از اینکه این رو سازماندهی کردیم، بعد از اینکه ارتباط برقرار کردیم و روی یک پروژه مشخص بریم در خیابان، مثل مورد فراخوانی که برای دریاچه ارومیه به طور مثال همینطور داره هفته بعد از هفته داده میشه. اگر من و شما جوان تبریزی ارومیه‌ای و بعد همینطور شیرازی و اصفهانی و کرمانی و تهرانی از پشت کامپیوترامون بلند شدیم و به این فراخوان‌ها جواب دادیم و رفتیم در خیابان، اون موقع است که کاری که بر روی اینترنت کردیم ارزش خودش رو پیدا میکنه، اهمیت خودش رو در واقع، و در غیر این صورت سرگرمیه. فراموش نکنیم با خودمون تعارف نداشته باشیم. نکته دیگه این که اینترنت رو به صورت یک قبله آمالمون نبینیم، برای اینکه همین اینترنت ابزار سرکوب هم هستش. شما در نظر بگیرید تا قبل از اینکه این شبکه‌های اینترنتی به وجود بیاد، منی که مخالف بودم تا زمانی که وارد عمل نشدم، تا زمانی که چیز مشخصی از نارضایتیم بروز ندادم، برای رژیم، برای سیستم دیکتاتوری ناشناخته بودم. یعنی نمیتونستن بدونن که من یه ناراضی هستم، من کسی هستم که ممکنه یه روز خطرساز بشم. ولی الان یه صفحه فیسبوک دارم، مشخصات کلیم اونجا هستش، حالا اسمم مستعار و غیر و ذالک، آدرس آی پیم هست، نظراتم هست، لینک هایی که شیر کردم هست، یه پرونده‌ای با دست خودم ساختم و در اختیار سیستم امنیتی جمهوری اسلامی قرار میدم که ببین اینی که با این شماره آی پی میادش کانکت میشه، مثلا از بندر عباس و سایت های مختلف رو میبینه، میره رو بالاترین، نمیدونم رو فیسبوک این مطلب رو میگه، با این تماس میگیره، برای این ایمیل میده، از اون ایمیل میگیره، اینه من هستم در خیابان مرتضوی پلاک 22 ارشد در شهر بندر عباس، اگر خواستی تشریف بیاری من اونجا هستم. این واقعیت اینترنته. برای نظام های سرکوبگر پیدا کردن آدم هایی که به خصوص اونهایی که ناشی هم و مسائل امنیتی رو اونگونه که باید رعایت نمی کنن، این مسئله هست و به عنوان ابزار برای اونها عمل میکنه. در مصر عده زیادی از کنشگران و فعالان رو حکومت به اصطلاح دیکتاتوری مصر اینگونه بودش که دستگیر کردش، شناسایی کردش. به همین ترتیب در روسیه زمانی که یه عده اومدن و یه شبکه‌ای درست کردن برای اینکه فساد مالی رو افشا بکنن، دولت روسیه از طریق اینترنت اینا رو شناسایی کرد و رفت سراغشون. و اینها مواردی هستش که در مورد ایران هم میدونید کاملا بدیهی است و به خصوص بچه‌هایی که دستگیر میشن مجبورشون میکنن با ضرب و شتم و شکنجه و اینها که وارد حساب‌های اینترنتیشون میشن و از این طریق تمام پرونده شما رو، ایمیل‌های قبلیتون رو، فایلاتون رو، همه رو میتونن در بیارن و ببینن. بنابراین خیلی به اینترنت به چشم ابزار سرنگونی نگاه نکنیم، در این حال ابزار سرکوبگری هم هستش و لذا میبایستی به فکر این باشیم که اولا زمانی که احتیاج نداریم روی اینترنت نیاییم، تا اونجایی که ممکنه مسائل امنیتی رو رعایت بکنیم، از فیلتر شکن استفاده بکنیم، از پراکسی ها استفاده بکنیم، از وی پی ان استفاده بکنیم و بریم به اصطلاح دائم جاهای مختلف، از کافینت های مختلف، از محل های مختلف آدرس هامون رو دائم عوض بکنیم، آدرس ایمیل هامون رو عوض بکنیم، به هیچ عنوان از اسم واقعیمون استفاده نکنیم، عرض پسورد هامون رو دائم عوض بکنیم، برای سیستم کامپیوترمون سیستم های دفاعی و فایروال و غیر و ذالک بزنیم، همه اینا رو باید رعایت بکنیم. در این حال حواسمون باشه که هیچ موقع اعتماد 100% به اینترنت نداشته باشیم، مثل همین مسئله دزدی به اصطلاح
فایل های شناسایی که از هلند رژیم جمهوری اسلامی انجام داده و میتونه بسیار خطرساز باشه برای برخی از کنشگران در داخل کشور. لذا بایستی حواسمون به این کاربرد دوگانه اینترنت باشه و بدونیم که بخشی از کنشگران هستن که در صورت لزوم باید هیچ ارتباطی با اینترنت نداشته باشن، ارتباطشون از طریق کسی دیگری انجام بدن و خودشون به عنوان افراد سازمانده، به عنوان مهره‌های کلیدی سازماندهی مبارزاتی در واقع ردی از خودشون جایی به جا نذارن که بخوان بعدها گرفتار بشن. واقعیت پنجم این استش که علارغم تمام فشارها فعالان اجتماعی و سیاسی سعی میکنن که راه‌های مقابله را هم پیدا بکنن و بدل بزنن به قول معروف. به همین دلیله که یک مبارزه مداومی وجود داره بین سرکوبگران و تکنیسیان های اونها برای کسایی که در واقع سعی میکنن برنامه های مختلف بنویسن برای کنترل فعالان، و از اون طرف فعالان هستن که دارن تلاش میکنن مقابله بکنن از هر طریق که ممکن هست و این یه جنگ مداومه تا زمانی که بتونیم دیکتاتوری رو پایین بکشیم. لذا اگر دانش کامپیوتر دارید، برنامه نویسی بلد هستید و کلن خبره هستید در این کار، حتما سعی کنید از دانشتون استفاده بکنید برای خونسا کردن تورهای امنیتی و تلاش‌های سرکوبگرانه و کنترلگر رژیم جمهوری اسلام. نکته بعدی این که حواسمون باشه در بسیاری از موارد، همونطور که دیدید در طول جریان جنبش سبز این اتفاق افتاد، الان هم هر موقع که فراخوانی داده میشه دوباره این اتفاق میفته که اینترنت رو قطع میکنن. ولذا توصیه میشه که کسایی که در مناطق مجاور مرزهای خارجی هستن بتونن راههایی رو پیدا بکنن که به شبکه‌های اینترنتی اون طرف مرز وصل بشن. به طور مثال در مورد سوریه این مثال اومده که زمانی که اینترنت رو دولت سوریه قطع میکنه، خیلی ها هستن که از راه ترکیه، از راه اردن فیلم‌هایی رو که گرفتن در واقع ارسال میکنن و بنابراین اجازه نمیدن که رابطه فعالان با دنیای خارج قطع بشه. ما هم در ایران مرزهای فراوانی داریم و بایستی ببینیم که در کدام یک از این مرزها هستش که بهتر میتونیم استفاده بکنیم. به همین ترتیب که در داخل کشور همیشه یه سری محلها، اماکنی وجود داره که به دلیل مسائل دولتی اینترنتش قطع نمیشه و بنابراین ما باید پیش بینی بکنیم که در زمان لازم بتونیم دسترسی داشته باشیم به شبکه‌های اینترنتی دستگاه دولتی و از اونها استفاده بکنیم برای ارسال پیام، برای ارسال فیلم‌ها، گزارش‌ها، اخبار و غیره. نکته بعدی که ذکر می‌کنن اینی که سعی کنید به ابزارهای آلترناتیو یا حاشیه‌ای فکر بکنید، به تکنیک هایی که ازش به عنوان خردرسانه نام میبرن. خردرسانه چیه؟ به طور مثال سلفون، تلفن همراه هستش که شما ازش میتونید اسمس بفرستید و از طریق اسمس میتونید شبکه ارتباطی برقرار بکنید، یا به طور مثال CD، DVD. تمام اینها ابزارهایی که باید سعی بکنیم به کار بگیریم برای پخش کردن اطلاعات، گزارش ها، فیلم ها و غیره. شما تصور بکنید در ایران بسیاری هستن که دسترسی به اینترنت ندارن، اما در خونه شون یا یک کامپیوتر دارن و یا اینکه یک DVD پلیر دارن به اصطلاح، و بنابراین شما میتونید بسیاری از این فیلم های مربوط به تظاهرات، مربوط به ظلم و ستمی که رژیم کرده، فیلم هایی که روی یوتیوب هست رو با استفاده از تکنیک های مختلف دانلود بکنید. و فراموش نکنیم بچه های خارج از کشور خیلی میتونن در این زمینه کمک بکنن و این DVD ها و یا CD ها رو میشه پخش کرد این سوی آن سوی، به خصوص در مناطق محروم، در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ که دسترسیشون به اینترنت آسان نیستش، و اینها رو میشه داد به اونها و اینا میتونن ببرن به جای مثلا فیلم که میگیرن تو DVD نگاه میکنن، اونا رو نگاه بکنن و اطلاع پیدا بکنن. میتونه برنامه‌هایی باشه مثل همین ویدئویی که دارید میبینید، به طور مثال صحبت باشه، سخنرانی باشه، راهنمایی باشه، آموزش باشه، همه اینا رو میشه پخش کردش. و یا پیشنهاد میکنن از فلش درایو ها استفاده بکنید که میتونید فیلم ها رو بذارید رو اون و از رو کامپیوترتون بردارید و روی این فلش درایو ها اینا رو نگه دارید،
رد بکنید به دوستانتون، تکثیر بکنید اینها رو و بگذرونید. به هر حال تمام این ابزارهای حاشیه‌ای رو میبایستی در کنار اون ابزار کلاسیک اینترنت که یک کامپیوتری باید وصل بشه به شبکه جهانی در نظر داشته باشیم که بتونیم آنلاین و آفلاین و همینطور از طریق تلفن استفاده بکنیم و به اصطلاح اطلاعات و اخبار رو پخش بکنیم در جهت آگاهی رسانی و آموزش سازماندهی. نکته بعدی این که بعضی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی خبر دارید حتما، اومدن یه راهی رو دارن آماده میکنن که اگر بشه ضمن این که ارتباط اینترنتی خودشون رو یعنی مردم رو در واقع قطع نمیکنن، اما در این حال یک شبکه اینترنتی دروغی درست میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که یه شبکه به ظاهر وصل به شبکه جهانیه اما در واقع نیست، همین چیزی که بهش اینترنت ملی یا اینترنت حلال میگن. این بسیار پیچیده است از لحاظ به اصطلاح تکنیکی و فنی، اما دولت‌های مثل جمهوری اسلامی که پول نفت رو در اختیار دارن میلیون میلیون خرج میکنن، از تکنیسیان‌های داخلی و خارجی استفاده میکنن برای اینکه اینو از خودشون درست بکنن. اصطلاحی که برای این به کار میره اینترنت جزیره‌ایه. یعنی چی؟ یعنی شما مثل کسی میمونه که در یه جزیره‌ای هستید، تو اون یه سری چیزها رو پیدا میکنید اما ارتباطی با مناطق دیگه ندارید، و اینا میخوان این کارو بکنن. همونطوری که در چین یک چنین شبکه‌ای وجود داره که شما ضمن اینکه میتونید به سایت تابناک دسترسی داشته باشید، سایت جام جم ایران رو ببینید و نمیدونم غیر و زالک، در این حال نمیتونید به سایت مثلا خودرهاگران وارد بشید، به سایت رادیو اتحاد وارد بشید، به سایت سازمان‌های سیاسی خارج از کشور وارد بشید یا سایت‌های خبری خارج از کشور. پس ببینید توهم این رو به وجود میارن که شما وصل به اینترنتی دارید، یه سری چیزها رو پیدا میکنید و کار میکنید، اما در این حال کاملا فیلتر شده و کنترل شده استش. برای این منظور حتما میبایستی به اصطلاح راهکارهای مناسب پیدا بشه. اما اجازه بدید بیام روی یک نکته اساسی، و اون نستش که بسیار خوب، حالا با تمام امکاناتی که وجود داره به عنوان امکانات اینترنتی ما چیکار باید بکنیم روی اینترنت؟ حالا مسائل مشکلات فنیش رو حل کردیم، پولش هم دادیم، از لحاظ امنیتی هم یه سری چیزا رعایت کردیم، حالا من اومدم روی فیسبوک، حالا اومدم دسترسی دارم به سایت ها، فیلتر شکن هم دارم و میتونم به خیلی از سایت ها دسترسی داشته باشم، حالا چیکار باید بکنم من به عنوان یه جوان ایرانی که میخواد از اینترنت برای پایین کشیدن دیکتاتوری جمهوری اسلامی استفاده بکنم؟ در این زمینه دیده شده که متاسفانه به دلیل ناآگاهی که در بین بسیاری از هموطنامون وجود داره نسبت به کاربرد اینترنت، خیلی ها میان روی اینترنت برای وقت کشی، واقعا تعارف نداریم با هم دیگه، یه عده بسیار زیادی میان برای دختربازی، دخترها میان برای پسربازی عرض شود، یه عده میان آهنگ دانلود بکنن، یه عده میان فیلم پیدا بکنن، یه عده میان نمیدونم دوست و رفیق پیدا بکنن، گپ بزن، همه اینا هستش، دقت داشته باشیم. بخش عمده ای از ایرانیانی هم که روی اینترنت هستن به قول بعضی بین 9 تا 16 میلیون، معلوم نیست کدوم رقم درسته، حساب اینترنت، حساب فیسبوک از ایرانی ها در واقع وجود داره. خب تصورشو بکنید اگر قرار بودش تمام این 9 میلیون حتی 2 میلیون شما اگر بگیرید، 16 میلیونشو کاری نداریم، اهل کار جدی بر روی اینترنت در زمینه مبارزه سیاسی بودن، الان 7-8 بار بود رژیم جمهوری اسلامی ساقط شده بودش، اما از این خبرها نیست و عده بسیاری میبینید که روی اینترنت هستن برای سرگرمی. برای همین هم هستش که شما جدیترین تحلیل رو در مورد شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی جمهوری اسلامی میزنید و میبینید 3 نفر میان لایک میزنن، 2 نفر هم کامنت میدن، اما شما بزنید که مثلا براد پیت با موتور تصادف کرده، این استخون سوم مهره کمرش آسیب برداشته، یه 450 نفری میان آرزوی سلامتی میکنن واسش. خب این به هر حال سطح فرهنگی ما هست، مشکل فرهنگی ما هستش، و اینکه ایرانی ها به واسطه درونی کردن ترس و مسخ شدن و کنار اومدن با ظلم و ستم، خیلی هاشون در واقع کاری ندارن به فاجعه‌ای که داره بر کشورمون میره متاسفانه، اما هستن، همچنان هستن، یه عده ایرانی آگاه
با شعور، با وجدان، با مسئولیت که به دنبال این هستن که این ذلت و کثافت و نکبت جمهوری اسلامی رو خاتمه بدن. و روی سخن من با اونها هستش. شما عزیزانی که میاید روی اینترنت برای اینکه استفاده بکنید در جهت اینکه من چجوری میتونم فعال بشم یا دیگران رو فعال بکنم برای پایین کشیدن رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی، راه داره. راهش این هستش که دنبال مطالبی بگردید که این مطالب بتونه به شما کمک بکنه برای ایجاد حرکت، برای ایجاد کنش. این مهمه. چه مطالبی هستش؟ چون در نظر داشته باشیم یه سری مطالب نامرتبط با کاری که شما میخواهید بکنید به عنوان فعال سیاسی اجتماعی است، اونا رو اکثریت مطالب هستن ما میذاریم کنار. مطالب سیاسی مبارزاتی به دو گروه تقسیم میشن. یه سری خبر و تحلیل و نظر و اینهاست که اونا فقط میتونه کمک بکنه در جهت کسب آگاهی، به دست آوردن یه سری از روشنگری ها که خیلی هم خوبه و لازمه. و میمونه یه مقدار کوچکی مطلب، متاسفانه کوچک و کم، که این به شما میگه، آموزش میده که چگونه میتونید شما در محلتون در ایران یا در خارج از کشور فرق نمیکنه، در محل زندگیتون، در محل کارتون، در محل درستون میتونید کار جمعی بکنید. یعنی میتونید مبارزه رو اصطلاحا سازماندهی بکنید. اون مطالبه که میبایستی به دنبالش باشید. این مطالب متاسفانه کمه، اما این گونه نیستش که اصلا نباشه. بنابراین میبایستی من جوان ایرانی، من دانشجو ایرانی، کنشگر داخل کشور که میام رو اینترنت با 1001 دردسر و ترس و لرز، یه ساعت دو ساعت که میخوام رو اینترنت باشم، دنبال چی باید بگردم؟ دنبال مطالبی باید بگردم که بتونه به من کمک بکنه که در داخل مبارزه رو سازماندهی بکنم، بتونم در دانشگاه دانشجوهای دیگر رو یه خود سازماندهی به وجود بیاریم برای اکسیون‌های مختلف دانشجویی، اعتراضات دانشجویی، چجوری شبکه سراسری دانشجویان رو به وجود بیاریم، در یک دانشگاه یا دانشکده چجوری هسته‌های دانشجویی درست بکنیم. من کارگر اگر میام رو اینترنت باید ببینم که داستان سازماندهی کارگری چی هستش، چگونه میشه اتحادیه کارگری درست کرد، چجوری فرمولی وجود داره برای اتحادیه کارگری یا جمع‌های کارگری در کارگاه‌های کوچک. من اگر بیکارم میتونم ببینم که با سایر بیکاران چجوری میتونم در تماس باشم برای اینکه بتونیم با هم یه حرکت اعتراضی رو سازماندهی بکنیم و غیره و غیره. به همین دلیل لازمه که ما اینترنت رو به عنوان یه ابزاری بدونیم که بایستی کارکرد مشخص برای ما داشته باشه. اگر ما اینترنت رو به عنوان یه اقیانوس بزرگی ببینیم که قرار بیام خودمون رو بندازیم توش، ببینیم موجی که باش به اصطلاح شروع میکنیم به سرف کردن به کجا میبره ما رو اصطلاحاً، یعنی الان این سایت رو میبینم، یه لینک اینجاست، خب بزنم روی این، دو تا این چه عکسای قشنگه، بزنم روی اون، یهو میبینم 3 ساعت تموم شده، پولم رفته، وقتم رفته و اینها، باید قطع بکنم. خب این ما رو به خودش میبره. اما اگر از همون دقیقه اول که میام اخبار و غیر و زالک و اینا رو نگاه کردم، بدونم چیکار میخوام بکنم، بلافاصله میرم روی یه دونه سرچ انجین، یه موتور به اصطلاح جستجوگر، و اونجا چند تا کلید واژه رو میزنم: سازماندهی، خودسازماندهی، هدایت، هدایتگری جنبش، رهبری جنبش، چیزهای شبیه به این، که منو میبره مستقیم به سمت چی؟ به سمت صفحات و مطالبی که در این مورد هستش. حتما اطلاع دارید که ما وبسایتی رو درست کردیم با همت دوستان در یک کار جمعی که وقت زیادی برد، تحت عنوان سازماندهی.org. و این وبسایت وبسایتی هستش که مخصوص بچهای داخل کشور ساخته شده برای اینکه بیان و بلافاصله بتونن بر اساس اینکه سازماندهی کارگری، دانشجویی، نافرمانی مدنی و غیره بتونن یه سری مطالب رو پیدا بکنن و سریع اونها رو دانلود بکنن و ببرن ازش استفاده بکنن. از این مطالب روی اینترنت کم نیستش، اما شما باید دنبال اونها باشید. دنبال مطالب در مورد سازماندهی، خودسازماندهی، به اصطلاح سازماندهی کردن تظاهرات، اعتراضات، عرض شود نافرمانی مدنی، شیوه ها و تکنیک های نافرمانی مدنی و غیره و غیره، باید اینها رو جستجو بکنیم. بنابراین میبینیم که به عنوان جنبندی صحبتم که اینترنت یک تیغ دو دمه. اگر ازش خوب استفاده بکنیم میتونیم هم مطالب خوب پیدا بکنیم، هم شبکه های ارتباطی خوب بین کنشگران به وجود بیاریم که منجر بشه به چی؟ منجر بشه به اکسیون و حرکت در خیابان ها.
به همون ترتیب که اگر بد عمل بکنیم، اگر ناقص عمل بکنیم، بی هدف عمل بکنیم، تبدیل میشه به یه ابزاری برای از دست دادن وقت ما، برای دادن اطلاعات به سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و برای آسون کردن کار سرکوبگری. این کارکرد دوگانه رو کاملا در نظر داشته باشیم و بدونیم تا زمانی که ما جمهوری اسلامی رو پایین بکشیم و یک حکومت دموکراتیک داشته باشیم، میبایستی به این وجه دوگانه اینترنت بسیار توجه بکنیم و هوشیارانه با این وسیله برخورد بکنیم. سپاسگزارم از توجه شما. امیدوارم نظرات خودتون رو، نظرات تکمیلی خودتون رو از طریق آدرس ایمیل بفرستید تا بتونیم در